دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. مطمئنم یک جای دنیا ساعت 2 بعد از ظهر، ولی اینجا واشنگتن ساعت 8:04 صبح روز پنجشنبه 26 آپریل 2018 و برابر است با 6 اردیبهشت 1397. این برنامه فوق‌العاده است. اصلا هر برنامه‌ای که ما توش باشیم فوق‌العاده است. در صورت این برنامه جایگزین برنامه دیروز خواهد بود. نه آقا، نگو آقای حمید خان، میخوام الان برات بگم که چون پیر شدی سربی از میکده بیرون رو. ما یه دوستی اینجا احتیاج به کمک داشت چند روز و قول بهش دادیم که کمکش میکنیم. فکر کردیم هنوزم مثل 20 سال پیش 30 سال پیش این قدرت و توان رو داریم که ساعتها کار کنیم، از یک کاری هم بیام یک کار دیگه. اصلا انگار نه، این دور از جونتون به قول شیرازی ها مریض شدیم. شما میگین ناخوش شدم. خب خوشم، خوشحالم، ناخوشم، مریض شدم به جوری که اصلا این هنوز میبینید سر و اینا رو آدم رو کلش رو گردنش نمیتونه نگه داره. و دیروز آمدم اینجا ولی نمیتونستم حقیقت برنامه اجرا کنم و گفتم که بهتر اصلا هیچی نگم. یه جوکی هست میگه من هیچی نگفتم، اونم هیچی نگفت، هیچی نگم و راحت استراحت کنم تا خوب بشه. ولی دلیلی که امروز این برنامه رو اجرا میکنم، ما به شما قول و قراری نداریم که سر ساعت 2 روز چهارشنبه بیان، ولی به یه دوستی که از خلیج فارس زحمت میکشه برنامه درست میکنه قرار گذاشته بودیم که برنامه ایشون ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه پخش بشه و چون بدقولی کردم از ایشون عذر میخوام و امروز این برنامه رو استثناءً به خاطر این دوستمون اجرا کردم که برنامه ای رو که ایشون زحمت کشیده و پر کرده و فرستاده پخش کنه. ولی لطف و محبت دوستان بیشتر از اینجاها به اصطلاح بیشتر از این ماجرای قول دادن اینا میره. ایشون برای من نشود که خیلی نگران شدم، چون شما آدم مرتبی هستی و زود جواب میدی و اینها، جواب ندادی، بعد منتظر بودم برنامه داشته باشی، برنامه نداشتی، دیگه نگران شدم. در صد امروز صبح زود ساعت 5 براش نوشتم که سلام آقای سربی عزیز، آقای شهاب مهدی نژاد عزیز من، این مهدی نژادت اگه مهدی نژاده که درست نیست. در هر صورت ممنون و متشکرم. به به، آقای بیژن جعفری هم اینجاست. دوستان اگر خواستید ماشین بخرید یا بفروشید یا معاوضه کنید، این والنتاین موتورز اینک، آقای بیژن جعفری، هر روزم دیدین تو برنامه ها معمولا میگم صدای موزیکشون رو پخش نمی کنم چون یوتیوب یقمون رو میگیره، ولی میگم و من چند تا معامله با این دوستان کردم، راضی هستم. شما میتونید اینو به عنوان گواهی، چی میگن وقتی یه نفر یه کسی رو تایید میکنه، وریفیکیشن، ریفرال، در صورت دوز و کلک در کارشون نیست، خیلی صادقانه بهتون میگن این ماشین اینقدره یا این ماشین شما رو اینقدر میخریم و کار کردن باهاشون به نظر من پشیمانی نداره. آقای بیژن جعفری در والنتاین موتور، بذارید اصلا براتون نشون بدم، چون اینم گذاشتم اینجا که بهتون نشون بدم. بله، کنسرت اندی تور 2018ش با خوبی و خوشی پایان گرفت، از این بابت بسیار خوشحالم. و اینجا هم آقای بیژن جعفری، دوستانشون آقای بابک، الکس، اسم اون خانم آمریکایی یادم رفته، چقدر جالب بود، من یه بار اونجا بودم، این فرهنگ ایرانی رو به این خانم آمریکایی هم منتقل کردن. این خانم داشت نهار میخورد، یعنی نهار خریده بود میخواست شروع کنه، به یکایک تعارف کرد که بیاین اگه میخواین به اصطلاح شما هم نوش جان کنید. در صورت جالب، خرید فروش معاوضه اتومبیل در خدمت شما. شماره تلفنشون هست 301 735 75 53. تماس از شما، خدمت از دوستان در والنتاینز موتور. و اگر هم شما معامله چیزی کردید خوشحال میشین که به ما هم بگید که شما هم یکی دیگه از مشتریان راضی اینها هستید. بله، میگه اپ نمیخوان مساوی کار رنتال بای انسل
آهان، خب تماس بگیر. الان آقای بیژن جعفری این بالا اسمش هست، حمید جان تماس بگیر. اینا وبسایت مرتبی هم دارن، خیلی هم اتفاقا کارشون قشنگه. دیدم تا یه ماشینی رو میارن توی لاتشون مریضیه ببخشید، تا یه ماشینی رو میارن عکس میگیرن، مشخصاتش میذارن و تماس بگیر. همین الان یه پیام خصوصی براشون بفرست آقای بیژن جعفری، و یا برو رو وبسایتشون والنتاینز موتور و براشون بنویس. ضمناً من آقای بیژن خان عزیز با این آقای حمید نصیری چند سال هست آشنا هستم و برای ما هم چند تا کار انجام داده، 100% راضی هستم. خیلی ممنون از هر دوی شما دوستان. و اما بریم سراغ برنامه ها. مهمترین خبر برای ما ایرانی ها زنده شدن یک مرده بود، یعنی این آقا رضای اینجا بیحال که هیچ تکون نمیخوره، از بس هی مردم گفتن رضا شاه روحت شاد، رضا شاه نمیدونم این آقا رضا گشاد فلان، آقای مومیایی رضا شاه آمد گو آقا چقدر به شما بگم، این رضا تنبله و حتی باباشم کننده این کار نبود و بارها رضا شاه گفته بود که ای کاش اشرف مرد بود و اگرم این تاج و تخت محمد رضا پهلوی رو کسی نگه داشت اشرف بود، حالا یا با سیاستی که داشت یا از زن بودنش سوء استفاده کرده بود یا از اون مافیایی بودنش، چون ایشون یه قسمتش هم مافیایی بوده. در هر صورت گویا روزی که خلخالی رفته بوده اون مقبره رضا شاه رو خراب کرده، که یکی از اشتباهات بزرگ دیکتاتورا اینه که هر چیزی از قبلی باقی مونده باشه میخوان نابود کنن برای که خودشون وجود ندارن که بگن ما این هستیم، میخوان اونو خراب کنن، رو خرابه های اون ساختمون بسازن. شما هم وقتی یه ساختمون رو خرابه های دیگران بسازی، این پایه و اساسش لق و تق. آقای بنی سعد گفته این جسد مومیایی شده را باید با احترام دفن کن، آقای یعنی نگهداری کنه، چون مومیایی ممکن دفن نکنه. آقای رضا پهلوی گفته که این آقا رضای اون وقتا قلدر، بعد میر پنج، بعد پهلوی، سردار سپه، رضا شاه کبیر، این متعلق به همه مردمه، که این غلطه و این متعلق به ایرانه. همه مردم ممکنه اینو دوست نداشته باشن ولی متعلق به ایرانه. رضا پهلوی کلن حالیش نیست چی میگه. اتفاقا یه مقاله‌ای رو دیدم آقای آریانپور نوشته بود خیلی قشنگ، که این رضا پهلوی هنوز باباش زنده بود، گفت اگه مردم بخوان من میشم شاه، یعنی شاه نبودن باباش رو این اولین کسی بود که قبول کرد. ولی ما متاسفانه یادمون میره، حافظمون به اصطلاح زود از بین میره، مخصوصا این روزا که انقدر خبر چپ و راست میاد. از چند سال پیش برنامه برای 40 سال آینده را مطالعه میکنم و مطالعات امانوئل ماکرون و ترامپ کلید توافق و اجازه داده شد حرکت به سوی تسخیر چاهای عربستان بعد از هموارسازی منابع اولیه و گوشه تر پرت کردن ایران. آقا این چه فارسیه که می‌نویسی؟ آقای پارسه خورسند، شما هم پارسه هستی هم خورسندی، مثل که خیلی خورسندی عزیز برادر. این چیه گوشه تر کردن، گوشه نشین تر کردن، یه چیزی بالاخره. دوست همشهری من از نیوجرسی پیام گذاشته بود، من دیروز اونجا که سر کار بودم کارمون یه جوری بود، یه کاری انجام میدادیم بعد وای وای میسادیم، یه کاری انجام میدادیم سیگاری ها میرفتن سیگار میکشیدن. از وقتا من از این سیگاری ها ممنونم، به ما یک 10 دقیقه 15 دقیقه بریک میدن. در هر صورت پیام های این دوستمون رو گوش دادم و برای من خیلی عجیبه که یه نفر، من میگم آقا شماره هات اینجا نمیفته و اینجوری نشون داده میشه، تو برنامه من نشون میدم، بعد این میگه شماره هام که میفته ولی حالا شماره هم اینه. بعدم گویا یه 100 دلار یه 50 دلار ایشون سالها پیش کمک کرده و تازه میگه که دیگران که مرد نبودن، من 100 دلار مردی کردم و بهت کمک کردم. آقا بیا این 150 دلار تو ما با سودش بهت پس میدیم، دست از سر کچلمون وردا.
سالها پیش یه نفر از ایران اومده بود، دیگه الان اسمش هم یادم رفته، خیلی فعال بود، یه پسر جوانی بود، و این آقای محمد حسیبی که اینم نون فامیلشون میخوره، چون همه فکر میکنن این حسیبیه با اون حسیبیه فامیل بوده، حالا خود اون حسیبیه کی بوده که این حسیبیه چه کوفتی باشه؟ این بچه یزد، و حالا دیگه نمیخوام بگیم که من فکر کنم این از کلیمی های تازه مسلمون شده باشه. بماند این آقای حسیبی افتاد دنبال اینو، میخواست از معروف بودن این اونم یک به اصطلاح نونی بخوره از این نمد، اونم کلاهی برای خودش بسازه. بعد رفته بود برای این پسر که از ایران با کاپشن و شلوار اومده بود، یک کت شلوار خریده بود و تو این جلسات اون جلسات میبردتش، ولی گویا انقدر به این فشار آورده، نه فشارهای اونجوری که آقا اینو بگو اونو نگو، با این گروه باش اون گروه نباش، یه روز این پسر از جلسه میاد بیرون تو خیابون کتشو در میاره پرت میکنه برای حسیبی، میگه آقا این کت تو شلوارت هم بهت میدم، دست از سر من بردار. دوست عزیز همشهری که حتی هنوز اسمتو من نمیدونم این فامیل خانومته، فامیل خودته، و خیلی کار زشتیه. شما هنوز قبول نکردی اون فرستادن پیام میبودی اشتباه بوده، بعد میگی من فرستادم که تو گوش کنی، بعد به من بگی این مجله اشپیگل کیه تو آلمان و چه روزی اینو نوشته. آقا اولا مگه من استخدام شما شدم، به قول آمریکایی‌ها کامیشن شدم بر شما، به وسیله شما که برم برات کار کنم؟ دوما اگه شما اشپیگل رو نمیشناسی، اصلا باید برگردی 40 سال عقب مطالعه کنی، بیای جلو، بعدم از اون بپرس. اگه اون گفته تو مجله اشپیگل نوشته، ازش به اشپیگل فکر کنم میشه یعنی آینه، فکر کنم ازش سوال کن که آقا کجا چه روزی. بعد من که مغز شما رو نمیتونم بخونم تو پیامی که نه اولش گفتی نه آخرش گفتی نه چیزی، فقط میکروفون رو گوشی رو گرفتی جلوی بلنگوی کامپیوترت با اون صدای بد برای من پیام گذاشتی، من باید مغز شما رو بخونم؟ اینجا میگن کاسه نمیدونم چی داشته باشه، کریستال بال، باید کاسه کریستال، ما به ایرانی چی میگیم، بلور میگفتیم. در هر صورت دوست عزیز، ما به شما گفتیم اگه دوست داری میای جلو مصاحبه میکنی حرف میزنی، اگه دوست نداری آقا برو دنبال کارت. اگرم نگرانید همش این 150 دلاره، ما 150 دلار با سودش برات میفرستیم، دست از سرمون بردار. در اصل ممنونم بازم. این نوشته اپریل 23، ببخشید اجازه بدید من اینا همه چی ریخته به هم اینجا، یک روز که نباشی اینجوری میشه دیگه. این دو اپریل 26 درسته دوستان، اینم مردمریپورت.com میتونید ویدیوهاتون رو اونجا بذارید یه نگاه کنید، اگه خواستید یه پورتال خبری هم داشته باشید میتونید از اون استفاده کنید. همین دوستمون آقای حمید نصیری با یه خانومی که در ترکیه بودن برنامه خیلی خوبی درست میکردن، و متاسفانه این جوونا همینجوری که آتششون داغ فواره یه دفعه میره بالا، همونجوری هم بعدشون خالی میشه و میره، و مثل ما اینجوری پیگیر نیستن که 20 سال یک کاری رو مرتب انجام بده. خب دوستان عزیز، ماجرای این مومیایی، حالا یا یه کسی روزی که میخواستن اونجا رو خراب کنن عقلش رسیده یا علاقه داشته به رضا شاه، رفته جسد مومیایی شده این رو از توی اون تابوتی که مثل تابوت فرعون و اینها درست کرده بودن، ولی ور میداره، یعنی یه جایی میذاره، اینا توی کندوکاوی که داشتن یه جایی دیگه میکردن پیدا شده. ممنونم لیلا خانم عکس فرستاده که حالا اون جوونا هم رفتن اونجا دارن با این جسد عکس میگیرن، که خود این کارم غلطه، باید بذارن به اصطلاح مامورای دولت و اینها بیان ترتمیز کنن و برن دنبال کار زندگیشون، بعد اونو توی شیشه‌ای بذارن، جایی بذارن. ولی یه چیزی جالبه دوست، آقای رضا شاه وقتی که توی آفریقا تبعید بوده، حقیقتاً هی من و شما به همدیگه میگیم ما تبعیدی هستیم، کی شما رو تبعید کرده، ولی رضا شاه تبعید بوده. اولا فکر کنم بهش گفته بودن میفرستیمت انگلستان، هند، سر کشتی رو کج میکنن میره از جوهانسبرگ نمیدونم آفریقای جنوبی و فلان اینجا سر در میاره، اونجا هم خیلی افسرده بوده، و بعدم اونجا فوت میکنه، سکته میکنه، فوت میکنه، و جنازه‌شو میارن مصر. توی مصر بوده، اونجا مومیاییش میکنه. آقای شاه این جنازه رو از مصر ور میداره میاره توی شابدالعظیم،
و یک بنایی هم برای مقبره رضا شاه میسازه که ویدیوش هست که خلخالی رفته اونجا خراب کرده و گفته ما اینجا رو میکنیم آبریزگاه. آبریزگاه یعنی توالت عمومی. خلاص اون روزی که این قوطی رو باز میکنن جسد توش نبوده، جسد بعد از 40 سال پیدا شد. و این البته چون شاه و پدرش اسلام پناه بودن، اینو میتونی شما بگی معجزه، که این معجزه رضا شاه بوده و در هنگامی که مردم آمدن گفتن رضا شاه روحت شاد، ایشون ظهور کرد. ما که زنده هامون عرضه ندارن، بلکه این مرده مومیایی شده یه کاری بکنه. حالا بشینید تا ایشون براتون کار بکنه. ولی از خودتون سوال کنید، شاهی که گفت من میخوام برم معالجه کنم و برگردم، مدتی هست حالم خوش نیست، میرم معالجه میکنم حالم خوش باشه برمیگردم، سگاش با خودش پر. خانم فرح پهلوی به گفته خودشون جواهراتشون رو از بانک و مانک و اینها ورداشتن بردن، که بعد یه هندی آمده کلاه سرشون گذاشته جواهرات و خارج از اینها گرفته، ولی پدرشون رو نیاوردن. باورتون میشه؟ پدر که اصلا مؤسس سلسله پهلوی بوده اینو ول کردن دست آخونده. و وقتی من به شما میگم شاه و فره انقلاب کردن و مردم رو دادن دست آخونده، باور کنید اینا حتی پدر خودشون رو دادن دست آخونده. حالا ببینیم چه بر سر این آقای رضا شاه میاد. اجازه بدیم من شماره تلفن ایشون رو اینجا بزنم، این عکس رو پیدا کنم. بله این عکس، اجازه بدید 4 به 3 نه سلکت اریا کنیم که شما هرچی اینجا ما میبینیم شما هم ببینید. بله نگاه کنید روی کمرای 2 براتون آوردم. سلفی میگیرن، سلفی یعنی میان پهلوی این جنازه وای میسن و با دوربین خودشون عکس میگیرن از خودشون. این آقا که من نمیدونم کیه، هر کی بالاخره یا اونجا کار میکرده یا حالا دسترسی داره تو اون منطقه هرچی بوده. و این جنازه مومیایی شده رضا شاه است. یه عکس دیگه هم خانم لیلا لطف کرده فرستاده، من اون رو هم بهتون نشون میدم. بله اینه و میگه که کانستراکشن شد رف شد اپریل 24. این عکس وقتی از تلویزیون، عکس وقتی از کامپیوتر میگیرن اینجوری میفته، چون نور کامپیوتر نوریه که خاموش روشن میشه، من و شما متوجه نمیشیم، ولی با دوربین اگه فیلم بگیریم یا عکس بگیریم توی اون پیدا میشه خطا و اینها. در صورت این هم این ماجرا. حالا امیدوارم دوستانی مثل آقای افشین عبداللهی که اینها محقق هستن میرن درباره یه چیزی تحقیق میکنن پیدا کنن، در این مورد یه برنامه بسازن چی بوده کی بوده. یک ویدیویی رو از امید نادان دیدم، انقدر دیگه این گفت رضا شاه نمیدونم فلان اینا که آدم حالش به هم میخوره از تعارف و از این تمجیدات. و اینا هنوز نفهمیدن که بدبختا همین تعارف ها و تمجیدات بی خود بود که مملکت رو به اینجا کشوند. و دست بردارید به قول نمیدونم به قول آمریکا، یا آدم بشین یا خودمونم میگیم دیگه آدم بشین. بذار ببینیم این عکسی رو که آقای مهدی زاده فرستاده، امروز 26 و ما چند بار با ایشون تماس گرفتیم که آقا این 26 این ماه برنامه دارید یا نه، چیزی نفرستاد، تا اینکه امروز صبح دیدم این رو فرستاده. بذارید منم به شما نشون بدم که گویا ببخشید خیلی مریضی ما رو ول نمیکنه، نکشتمون شانس آوردیم. یه مقداری هم مریضی وقتی میریم واشنگتن این جاهای عمومی که یه دفعه 2000 نفر 1500 نفر میچپونن توی سالونی و مردم هم رعایت نمی کنن. مثلا اگه بلیت خریده باشه برای پرواز که بیاد واشنگتن، اگه مریضم شده باشه میگه حالا من میرم دیگه، نمیگه وقتی من میرم 30 نفر دیگر هم اونجا مریض میکنم، این 30 نفر هم میرن 30 نفر دیگر هم مریض میکنن و من باعث میشم که 900 نفر مریض بشن. با تایید پروردگار عالمیان 38 جشن 26 فرخنده باد، گاد گریس. این آقای مهدی تبریزی
گیر افتاده، این 26 انتخاب کرده ولی 26ش یه روز میشه 25، یه روز میشه 29. من نمیدونم آقا مگه خدا همه روزا مال خدا نیست؟ مگه خدا هزار تا اسم نداره؟ چرا شما فقط میگید 26 مال خدا؟ به منظور تبدیل گلهای بهاری جهان به میوه‌های شیرین در 26 هر ماه جشن نوین الهی و الهامی برگزار می‌گردد. برای حفظ سامان جهان با شرکت خود همراه با دوستان سایر کشورها بر غنی و عظمت این پروژه پربار بیفزایید. بر غنی شدن، آقا جمله ها رو بدید یکی دیگه بخونه. با امید آن روز که جهانیان از ارزش و اهمیت فرهنگی و اقتصادی و عدالت اجتماعی این حرکت سرنوشت ساز بهره شایان بگیرند. و این دفعه توی کلونیز هستن. کلونیز معرف حضور همه ایرانی ها این توی منطقه هست. اولا 29 هست. ببخشید دوست. بله. میگه این فرد که عکس سلفی گرفته راننده لودر بوده و این عکس باعث شد که جسد مومیایی رو تکذیب نتوانن بکنن. البته قبل از انتشار این عکس تکذیب کرده بودن. خیلی ممنون از آقای حسین خلیلپور که بله این ماجرای عکس و اینها هم بعضی وقتا سنده دیگه. در اصل دوستان 29 آپریل که میشه روز یک شنبه، این بار از 6 عصر هم شروع میکنن تا نیمه شب و میگه که همراه با شام و رقص و همه اینها 26 دلار. کلونیزم آدرسش هست 76-81 Provincial Drive McLean Virginia 2202. شماره تلفن تماسشون هست 202-680-04-56. اگه مهمونی دارید، کسی دارید اینجا، بیارید اونجا. ایرانی های دیگر هم میبینن و خیلی هم یه گروه ثابتی هستن میان که همه هم ماشاءالله هنرمند و رقص های بسیار زیبایی هم اونجا انجام میدن. در هر صورت خب این از این ماجرا. و اما برنامه عقل بشر رو که شماره 49ش هست و کوتاه‌تر از برنامه‌های معمول ایشون هست براتون پخش میکنم و با اون به اصطلاح برنامه رو به پایان میبرم، میذارم به عنوان حسن ختام برنامه. و فردا که جمعه هست از 12 ظهر امیدوارم حالم بهتر از الان شده باشه بیام با دوستان. اتفاقا عکسشون رو اینجا گذاشتم، کانون آوا، آوا تودی. ببینم که دوتا از دوستان مصاحبه‌ای داریم که بله آقای سعدالله سیفی عضو جدا شده مجاهدین در آلبانی و آقای مالک بیت مشعل عضو جدا شده مجاهدین در آلبانی. این برنامه خیلی حائز اهمیت از این جهت که این دوستان اون کشتاری که در اشرف سابق شد، آخه اینا هم اشرف سابق دارن، اشرف الان دارن، خیلی اشرف دارن، اینا اونجا شاهد بودن. و یادتونه که مصاحبه که من با آقای قربان علی حسین نژاد انجام دادم، ایشون تاریخ رو هم به جای 1990 به جای گفتن 1390 گفتن 1391، ولی اینجا دیگه قشنگ نوشتن کشتار 19 فروردین 1390 در کمپ اشرف سابق عراق. بعد اینا میگن که یکی از شاهدان عینی، این یعنی ما فردا با دو تا شاهد عینی دعوت میکنم آقای غلام ترشیزی هم به اصطلاح برنامه رو گوش کنن. آقای ترشیزی میگه من وقتی برنامه شما پخش میشه معمولا سر کار هستم و باید بازپخشش رو ببینم. هیچ اشکالی نداره بازپخشش رو ببینید، بعد شما هم اگه نظری دارین بیان بدین، چون معمولا ما جایی که نبودیم نظر میدیم، از شاهدا هم طلبکار میشیم که آقا چی میگی، من اونجا نبودم بهتر از تو میدونم. اینم دیگه هنر نزد ایرانیان است و بس. دوستمون گفتم بهتون از خلیج فارس پیغام گذاشته بود و نگران بود، من صبح براش نوشتم ببخشید اینقدر حالم بد بوده که
نتونستم اصلا. واقعا دیدید فکر میکنید سرتون شده انقدر، بعد فکر میکنید گردنتون رو گردنتون تحمل کله رو نداره. البته بعض وقتا ماشاءالله از مغز سنگین و بزرگه، حالا من نمیدونم مغز خوب به اصطلاح سبکه یا مغز وقتا یادتون میگه آقا مثل سیمنت این سیمان ایران و سمنت اینجا قاطی شده مثل که سمنت تو کلشه، نمیفهم. بله آقای یه دوست فکر کنم آقای آریانپوره اینو نوشته که بهرام عزیز لطفا این روز شما را تا آخر مطالعه کن و خاصه بخشی که مربوط به رضا پهلوی است و سپس نظرت را به من بده. گوشه دیگری از روز شما را تاریخ ایران، این روز شما را تاریخ ایران رو آقای امیروشنگ آریانپور سالها نوشته و تحقیق کرده و اصلا دفاتری هست مال دفتر دربار پهلوی و اینها بر اساس اون. ولی اینو قسمتی که ایشون گفته میگه دیماه 28 دیماه 1357 هنوز انقلاب نشده دوستان، رضا پهلوی ولیعهد 18 ساله ایران مدعی شد که اگر مردم بخواهند حاضرم کشور را اداره کنم. مشاهده میکنیم که ولیعهد 18 ساله منتظر نمیماند تا پدر تاجدارش از مقام خود استعفا داده و سپس او از ملت درخواست کند که در صورت تمایل او را به عنوان رهبر آینده خود انتخاب کند. ضمناً این عمل ابلهانه او نشان داد حتی او قبل از اضمحلال رژیم شاهنشاهی پایان آن را مورد قبول قرار داده بود، که بعدم آقای شاه آمد و گفت که پیام شما را شنیدم، انقلاب انقلاب مردم بود و اینها. کسی که چند مدت قبل گفته بود از این 30 میلیون 29 میلیون و 900 هزار تاش ایرانی هستند، یه هزار تایش رو نمیدونم 10 هزار تایش رو گفته بود اینا اسامی ایرانی دارن ولی ایرانی نیستن. خیلی ها آقا ایرانی بودن ملت، یا یادتونه که یه مدت هم گفت بیان پاسپورت بگیرید برید، این کارا رو کردن به این روز افتادن. حالا باید صبر کنیم ببینیم عاقبت آخوندا به کجا میرسه. ولی یه چیز جالبیه، جدیدن آقای رضا پهلوی گفته که من وظیفه من انجام فلان. آقا تو که میگی که اون سوگندی رو که خوردی باطل بوده، مامان جونت بهت فشار آورده و دو بار سه بار این سوربی ازت پرسیده، حالا میگه انجام وظیفه، اقلا یه روز زنگ بزن به تیمسار آریانپور تا برات توضیح بده وظیفه چیه، خدمت چیه. انجام وظیفه بنده چند روز به هم حقوق دادن برم واشنگتن یه کاری انجام بدم، در قبال این حقوق وظیفه من انجام آن کار بوده، ولی یه وقت میرم برای امنستی اینترنشنال مجانی کار میکنم، این خدمته. شما تکلیفت با ما معلوم کن ببینیم در مقابل اون 62 میلیونی که پول دادی گرفتی داری انجام وظیفه میکنی و وظیفت چیه. شرح انجام وظیفه کسایی که برای دولت یا شرکت های بزرگ کار کردن میدونن، وقتی استخدام میشی یک پوشه بهت میدن نوشته که انجام چی وظیفه، بعد آخرش هم این سال به غیر از اینا ممکنه یه کارهای دیگه هم باشه که گاهی پیش میاد، شما نباید بگی فقط همین اینا باشه. آقای رضا پهلوی بگی شغلش چیه که میخواد برای ما انجام وظیفه کنه. اوضاع خیلی خرابه، از اوضاع خراب ایرانو رضا شاه اول و رضا شاه تنبل دوم بیان تو آمریکا. آمریکا اوضاعش خیلی خرابتره. دو شب به این آقا شام دادن، یه بار خونه آقای واشنگتن مرحوم در ماونت ورنون و یک بارم خونه این ترامپ شارلاتان در واشنگتن. اتفاقا یه دوستی برای من نوشته بود آقا شما که خبرنگاری دعوت نشدی. گفتم عزیز من اینا حتی دموکرات ها یه دموکرات رو دعوت نکرده بودن. این زنه، ببینید چه کسی حاضر بشه زن ترامپ؟ یه کسی که برای خودش احترام قائل نیست. یه کسی بیاد بشه زن یه نفر که دو برابر سن خودش از پدر خودش پیرتره، بعد اینجا مسخرش میکنن شب، اینجا میگه نگاه کنید ترامپ مثلا فکر کنید لخت شده، طرف میخواد استفراغ کنه. چه کسی حاضره، حالا الان که دیگه میگن جدا هستن، ولی چه کسی حاضره با این شارلاتان توی رخت خواب بخوابه، توی تخت بخوابه؟ یه کسی که برای خودش ارزش قائل نیست. حالا ایشون شده بود مسئول مهمونی،
نمیدونم قاشق چنگال کلینتون رو گذاشته بود اون چی فلان، اینا این تو وایت هاوس هست میارن میزن. و چه تعریفات کردن، رفته بود یک کلاهی مثل لگن ظرف، لگن رختشویی اینا، روزی که اینجا بارون بوده آفتاب نبوده، روزی که شبش هم قراره اینجا برن شام بخورن و فلان اینها، یک کلاه انقدی مثل لگن گذاشته سرش. بعد این احمق شارلاتان ترامپ میخواست ماچش کنه، بلد نبود چجوری ماچش کنه، نتونست. بعد گفتن آقا این کلاه رو گذاشته که این نیاد نزدیکش، مثل اینا هست که میخوان برن زنبور بگیرن یه چیزی میندازن رو سرش. بعد لاس زدن این ترامپ با این مکرون. و جالبه، خلاصه برید نگاه کنید، حالا دیروز جوک میگفتن تو رادیوها، گفتن به زودی این دست اینو گرفت کشید برد، به زودی مکرون هم میاد میگه این برده به من تجاوز کرده، اینم میشه جزء میتو، جزء سوش میکنه. وکیل آقای شارلاتان گفت take the fifth، یعنی من صحبت نمی کنم چون ممکنه اگه صحبت کنم بر ضد خودم، خودم رو اینجا به اصطلاح مجرم نشون بدم. ولی جالب اینه که هم اون مشاور اصلیش جنراله که میگفت ترامپ کلینتون رو دست بند بزنین لاکر اپ، گفت هر کی بگه تیک فیفت این حتما یک گناهکاره فلانه. احمق شارلاتان ترامپ از این فراتر رفت و گفت که هر کی این کار رو انجام بده یعنی ما مافیا فلان، و الا تو اگه چیزی نداری چرا مخفی کنی. خودش که چیکن آوت، این ترسوهایی که میرن تو سوراخ قایم میشن، این میگه خودش که چیکن آوت که گفت من نمیدونم، برید از وکیلم بپرسید. دو روز بعد اف بی آی ریخت تو خونه او، توی هتل و توی دفتر کار وکیلش و این پرونده ها رو گرفت. این پرونده ها گویا اینقدر کثافت کاری توشه که حالا خود وکیله گفته که من اصلا حاضر نیستم تو دادگاه حرفی بزنم، چون هر حرفی بزنم در جهت محکوم بودن خودم به جرم و جنها و فلان و اینها خاتمه پیدا میکنه. اون وقت شما نشستی حمزه پور دیوانه، حقای احمقتر از اون نشستن که 25 می بیان اینجا به آقای ترامپ بگن برو ایران بزن. ایرانم برداشت هم روحانی به اصطلاح توهین کرد به ترامپ، هم این آقا که اومد اینجا دو روز خورد، بعدم تو مجلس گفت که ما چیزی رو که امضا کردیم زیرش نمیزنیم. یعنی چی؟ یعنی آقای ترامپ تو که میخوای بزنی زیر امضای آمریکا، شما آمریکایی‌ها به قول خودتون وعده و وفا نمی‌کنید. و دو سه تا چیز گفت که دیشب توی برنامه استیون کولبرت صحبت‌های خود همین مکرون رو گذاشت. حسن مکرون اینه که با وجودی که رئیس جمهورهای دیگه فرانسه انگلیسی میدونستن ولی به خاطر غرور بیجای فرانسوی یا انگلیسی صحبت نمیکردن، مکرون چون معاملگر دلال هست این انگلیسی صحبت کرده، فقط چون لهجه داره انگلیسیشو زیرنویس میکنه. برین ببینید دیروز یا پریروز بود که تو مجلس صحبت کرده چی میگه و هرچی اون میگه برخلاف سیاست های ترامپه. در هر صورت باید صبر کرد و دید به کجا میرسیم. غنی مینویسید و قضا میخواند به معنای سرشار کردن و پرمحتوا کردن. نمیدونم. بله این مثل کلمه حتی، مثلا مینویسیم حتی، میخونیم حتی، یا خیلی چیزای دیگه هست. یی که قدیما که ما درس می‌خوندیم آقای افشین عبداللهی، اون الف رو باید تو شکم یه میذاشتیم، مثل که دیگه خیلی شکمش پر شد اون الف رو داد بیرون. بله این حتی چند تا کلمه دیگه هست که اینجوری هست و دیدم تو فارسی های جدید اینا رو همون جوری که میگن مینویسن. در صورت ممنونم. غنی مینویسند و غنا میخوانند به معنای سرشار کردن و پرمحتوا کردن. ممنونم. این دوستان که از ما جوانتر هستن فارسیشون هم بهتره، هم فارسی پویا ایستا نیست، فارسی ما ایستان، فارسی این دیوونه هایی مثل آبران، کیه این دیگه اصلا اسمشم یادم رفته، اون ساگینیان و هومر آبرامیان، این آبرامیان کیه، اینا پس رفتن، اینا میخوان برن مثل 3000 سال پیش صحبت کنه. اصلا 3000 سال پیش
شما اگه بخوای مثل 20 سال پیش استفاده کنی، شما 20 سال پیش ایمیل داشتی، 20 سال پیش تلفن دستی داشتی، اسمارت فون داشتی، خب اینا رو اگه بخوای ورداری، شما از کسایی که توی مهمونی هستن عقب میفتی. یعنی شما زبانت عقب رفته. زبان یه چیزیه که باید پویا باشه، همینجوری پیش بره و هی بگیره از این ورون. مثل من که میرم واشنگتن این ویروس ها رو میگیرم، اونا هم این کلمات رو یاد بگیره. یه روز یه مقاله‌ای که میخونید ببینید چند تا لغت جدید توشه که شما روزی که دیپلم گرفتی، لیسانس گرفتی، دکترا گرفتی، این لغت ها رو نمیدونستی. مگه به قول آقای آریانپور شما فارغ و تحصیل نشدی؟ و چگونه این لغت رو نمیدونستی؟ چون اون موقع تو زبان نبوده. و زبان باید درش باز باشه، درش رو نبندن بگن کلمه عربی نیاد، کلمه روسی نیاد. که زاپاس اتفاقا اون روز پرسیدم، ما به لاستیک ماشین اون یکی اضافیش که اینجا میگن اسپر تایر میگفتیم زاپاس، یه دوستی نوشته بود زاپاس کلمه روسی هست و ماشینای جدید دوستان لاستیک تایر یا همین تایر، تایر اینجا هست ما میگیم تایر، لاستیک زاپاس نداره و یه پمپ برقی گذاشته، میگه هر وقت پنچر شدی این میخوبه کن توش و اینجوری وصله کن و پمپش کن. حالا خب شاید پاره شد لاستیک رفت روی چیزی کشه، هیچی دیگه. خلاصه برای که 200-300 دلار که چه از کنن، برای اونا 30 دلاره. برای که 30 دلار سیف کنن، شما رو یه شب تو بیابون میبینی با زن و بچه و فامیل سرگردون نگه میدارن. ممنونم. نوشتن که ماندی امانزاده، سلام آقای سربی، خسته نباشید. دوستان من یه پیشنهادی میکنم، مثلا ببینید برای خانم، برای امانزاده میگن اینجوری بنویسید، امان یا جدا بنویسید زاده، یا اینجوری بنویسید توی امان زادش رو بزرگ بنویسید که بدونن این به اصطلاح من اینجوری بنویسم، اون عوضش میکنه برای عجب ماجرا. یا این کامپیوتر دیگه میخواد ماندی، در صورت اگه به همم میچسبونینش من اینجا می‌نویسم امان. اونجایی که کلمه تغییر میکنه بزرگ بنویسید. الان تا یکی نگاه میکنه این من نوشتم بله امان زاده، در صورت من کلم واقعا منگه باید برم یه دو سه تا قرص بخورم تا میتونم هم کافی، گرچه میگن دوستان کافی خوب نیست، وقتی که مریض هستین سعی کنید آب معمولی، آب گرم، یا اگه کافی هم درست میکنید خیلی رقیق که آبش زیاد باشه، چون خود کافی آب بدن رو کم میکنه. اینم روز شماری که 28 دی 1357 رضا پهلوی که ایران نبوده، اون شلوغی ها رو میدیده و فلان اینها، گفته من حاضرم بیام شاه بشم، بعدم سوگند میخوره. از شاه بودنش ما اینی دیدیم که دستبند سبز میپوشه، هرچی مردم بگن، مردم بگین چیکار کنم، برقصم میرقصم، مردم بگین چیکار کنم، بخونم میخونم، اسم من رضا تنبل پهلوی، مردک بیا بگو من شاه میخوام باشم، اونایی که میخوان شاه باشی میان دوره، بیا بگو من نمیخوام شاه باشم، اونایی که مردی که این نامه طنز را به ابراهیم رئیسی نوشته بود به 5 سال زندان محکوم شد. امروز خیلی سرم شلوغ، اجازه بده از اینا همینجوری بگذاریم، سرسری فقط سرتیترش رو بخونیم. اون عکس اون آقای راننده، چه راننده لودر خوشتیپی، زنجیر طلا و فلان اینها، برعکس کارگرای اینجا بیچارا تو خاک و گل و اینها. در هر صورت اینم از محسنات ایرانیا هستن که هر جا که هستن شیک و مرتب هستن و بودن. برای این که باور کنی خبرنگار تلویزیون از مکه خبر را نقل می‌کند. پول و ثروت دست کیست؟ بذارید این ویدیویی که این دوستمون فرستاده من بهتون نشون بدم. نمیدونم این همون در رابطه با مردی هست که دختراشو کشته یا چی. بذارید ببینم. عودت مشاهدین الى تفاصيل خبر المواطن الذي اجازه بدید. خب حالا این دوستمون چون خودش عربی میدونه فکر میکنه اگر ویدیو با عربی بفرسته ما هم میفهمیم کجا به کجاست. در صورت تا اینجا که من نگاه میکنم
آها این همونه، یک خونه ای که نشون داد. من اول عکس ها بهتر از اینه آقای دوست عزیزمون، عکس ها بهتر از اینه. و متاسفانه خب این که عربی صحبت میکنه من نمیفهمم، عکس ها هم وقتی شما نوشته بودید پول دست کی و پول ثروت دست کیست، باید یه توضیح مینوشتید که من بفهمم خب چی بوده این پول و ثروت نقشش. اولا این خونه که نوشته در این محله و این خانه زندگی میکرد، این عکسش من اولا دیدم فکر کردم کارتون قطیه، قطی کارتون، ولی این عکس هست. یک شایدم من چون دارم از آخر جدیدترین میخونم یک کمی کج و موج هستم، بذارید برم از اولیش پیدا کنم. این عکس چهارمه و برای من جالب بود که توی کشور عربی شماره تلفن پلیسشون همون 911 که اینجا هست و بله تو این خونه بوده و اینها. بذارید ببینم میتونم براتون پیدا کنم یکش رو که بله، پدر سه دختر و خود را کشت. توضیح دیگه هم نیست، متاسفانه عکس این دختران جوانه که اینجوریه. بعد این وقت شما تو قسمت اولیش نوشتید پول و ثروت دست کیست شماره یک. این یک نقطه نظر عزیز برادر، یک کمی برای من توضیح بیشتر بده. من اینجا که نشستم نمیخوام بگم روزی 1000 تا ایمیل، ولی روزی 100 تا 100 خورده ایمیل فقط میاد، حالا تکست و فیسبوک و اینها رو شما بذار کنار و اگر توضیح ندین میشه همون ماجرای دوستمون همشهریمون، میگه آقا من این از میبودی فرستادم، آقا من اصلا گوش ندادم تا صدای میبودی رو شنیدم و کسی اینجوری بی احترامی کرده که نه اولش سلامی میکنه، نه علیکی میکنه، نه خودش معرفی میکنه، نه میگه من برای چی این پیامو فرستادم، پاکش کردم. بعد شما فکر میکنی، شما رو نمیگم، ما از خلیج فارس، این دوستمون فکر میکنه من تا شنیدم میبودی، اون وقتا میگفتن پشت چشم وازه، پشت چشم وازه یعنی چی؟ یعنی چشم بستم، مسخره میکردم، میگفتن پشت چشم واز بود منتظر تو بودم، یعنی چشم بسته بود. خب نشستم گوش دادم، بعد ببینم ایشون چی گفته، بعد برم تحقیق کنم، بعد به کسی که نه شماره گذاشته نه میگه سال هاست من از تو قهرم، بیام تو برنامه براش توضیح بدم. ای بابا شربت آب لیمو، به لیمو، او یکی دیگه چی بود، سکنجبین نمیخوریم براتون بیارم؟ خدا من نمیدونم ما این همه و این فیلم ازا ماکان و بن مکانی سابقت الفلان اینا رو مال آقای ترامپ و این مکرون رو شما ول کنید. این مکرون چون تو کار بازار مارکت و اینا بوده میگن خیلی دلال منشه و دیگه شما خودت نگاه کن، این جوان محصل بوده رفته با معلمش ریخته رو هم، معلمه 30 سال 40 سال از خودش بزرگتره، فکر کنم 40 سال از خودش بزرگتره، زنش رو دیدی، بعد زن شوهر داشته جدا شده اومده زن این شده و اینها، کلن ماجرا از بیخ خرابه. حالا این خب اون که داره انگلیسی میگه صداشو کم کردن و زیرنویسم این، ما چیزی نمیفهمیم مگر اینکه شما لطف کنید توضیح بنویسید که من این فیلمو که پخش میکنم اون توضیح. و من نمیدونم این پول و ثروت دست کیست یک چه ربطی داره با پول و ثروت دست کیست 2 3 4 5 که اون ماجرای 3 تا دختر بیچاره ای که توسط پدر احمقشون کشته شده. ولی عکس این دخترا رو اینجا نشون دادید که توی اینستاگرام بوده. اینستاگرام یه پروگرامیه که یا اسنپ یا چیزی که عکس میگیرن میتونه به اصطلاح عکس‌ها رو روش نمیدونم گوش خرگوش بذارن، زبون گاو بذارن، دلغک کنن اینها. و این سه تا دختر چقدر زیبا، چقدر قشنگ، در صورت توسط پدرشون کشته شدن. چرا من نمیدونم، اگه این دوستمون توضیح داده بود به عربی رو و فارسی، تنبلی کرده دیگه، اب نداره. خب البته برنامه داشته، میخواسته برنامه خودشو پر کنه که برنامهش هم براتون پخش میکنه امروز. دوست میگه که پوستر تبلیغات انتخاباتی در عراق رو شما نگاه کنید، طرف نوشته سوگند میخورم که در خواب حضرت فاطمه را دیدم که از من خواست خود را نامزد انتخابات پارلمان کنم. ایشون هم نوشته حالا اگه شما مردی برو بگو خواب مرد چپه. یادتون وقتا تو ایران میگفتن خواب زن چپه، یعنی برعکسش میشه. حالا این آقا رو شما نگاه کنید، یکی به این دایوس بیمغز بگه که خب احمق
اگه حضرت فاطمه اومده به تو گفته برو خود آشغال تو نماینده کن، اون میره به مردم هم میگه بیان به توی پوفیوز رای بدن. پس این چرا تو تبلیغ داری اینجوری میگی؟ ولی یه چیزی یادتون باشه دوستان، از اینکه ممکنه اینا راست بگن هیچ حرفی نیست. شما اگه مغزتو مشغول کنی به یه مشتی مزخرفات، فیلم وحشتناک میبینی، شب ممکنه از خواب بیدار بشی فیلم وحشتناکی یه تیکش چی باشه، یه داستان ویدیو نگاه میکنی خنده داره، شب میبینی اون صحنه خنده دار برات میاد. یعنی مغزت در رابطه با اون چیزی که باهاش کار کردی در روز یا فکرت هست فردا کار کنی، به اصطلاح یه عکس العملی نشون میده. این تازه مال اونایی که مغز دارن. اینایی که بی مغزن، کسی که حالا تو عراق میخواد نماینده بشه، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، چه پوفیوزیایی هست که دیگه حالا تو میخوای نماینده بشه. ولیش بیاین سراغ آقای هوشنگ آریانپور. آقای سهراب چمن آرا یه قانون اساسی برداشته، میگه همه مشکلات با این قانون اساسی حل میشه. میگیم آقا قانون اساسی زیاد داری، 200 کشور 200 قانون اساسی، هر کسی بخواد بگه آقا مال بلژیک برمیداره، مال نروژ برمیداره، حالا میگن انگلستان قانون اساسی نداره، نمیدونم چی مکارتی فلان هرچ، میرن اونو برمیداره. چی میخواد اجراش کنه؟ حالا از همش بهتر آقای آریانپور قشنگ نوشته خدمات گرانبهای پرویز ثابتی به کشور شاهنشاه. نه این در رابطه با آقای فراستی هست، گفتم بهتون یه ساواکی برای منم یه دو بار پیغام فرستاد، من گفتم ای ساواکیان مثل آدم حرف میزنن، بعد دیدم نه اینم یه روشیه که تو رو به اصطلاح گول بزنه، و گفتم آقا برو دنبال کار. حالا اونم براتون پیدا میکنم که آقای آریانپور با آقای سهراب چمنارا میگه آقا این چیزی که شما میگی اوکی، کشتی خوبیه، ما رو به ساحل میرسونه، شما کشتیبان اون کاپیتان چی میگفتن ناخدای این کشتی رو برای ما پیدا کن، چرا اینقدر هی وقت خود تو وقت دیگران رو تلف میکنی آقای سهراب چمنارا؟ بله این بوده. این یکی هم نوشته که هموطنم گرامی آقای فراستی، جناب عالی که سالها در ساواک انجام وظیفه کرده بودید و انتظار می رود که برابر اساسنامه تنظیم شده در سالهای دهه 30 و تغییراتی که در وظایف آن اساسنامه پس از به تخت نشستن پرویز ثابتی آدمکش در رأس اداره سوم به آن داده شد، لطفاً یک نسخه از آن را برای ملت ایران درج فرمایید تا ما ملت ناآگاه پی ببریم که کلیه اعمال غیر انسانی که در اداره سوم توسط ثابتی و آدمکشان حرفه‌ایش انجام می‌گرفت، همگی کلمه به کلمه برابر آن اساسنامه انجام می‌گرفته است. لطفاً مشخص فرمایید در کدام یک از اصول قانون اساسی و قوانین ساواک ذکر شده بود که هر فردی در کشور به عنوان یکی از وزرای مدیر کلهای استاندار، فرماندار، استادان دانشگاه و دیگر مشاغل نسبتاً مهم کشور انتخاب میشد، اولین شرط گماردن آنها در رأس آن شغل به دست آوردن تاییدیه صلاحیت از پرویز ثابتی بود. آخر چرا چنین اختیاری به یک جوان بی سواد داده شده بود و برابر چه دستورالعملی؟ مطلب بعدی در مورد جوانی به نام حسن فنونی که جزو گروه ضربت و شکنجه اداره سوم ساواک بود و پس از دیدن رفتار وحشیانه‌ای که همکارانش نسبت به زندانیان به اصطلاح سیاسی خاصه بانوان می‌کردند، در سنین 20 و چند سالگی مبتلا به بیماری روانی گردید و با وجود آن که درخواست خروج از عضویت از آن تیم جهنمی و آدمکشی را کرد، ثابتی خروج او از ساواک را منوط به خروج از ایران برای ابد کرد. البته این جوان به آمریکا آمد و پس از چند سال معالجه و بهبود و تحصیل و اخذ مدرک دکترا در رشته علمی با برخورد با چند تن از همان اعضای تیم وحشت ساواک در ایالت مریلند در سال 1983
دوباره بیماریش تجدید شد و او خود را با تنابی که یک سرش را به درخت و سر دیگرش به گردنش بسته بود حلق‌آویز کرد. پس از چند روز پلیس جسد او را پیدا کرد و شوهر خواهرش که افسر سابق نیروی دریایی بود به اتفاق من برای شناسایی جسد حسن به مردشورخانه مریلند رفتیم و پس از تایید با پولی که عده‌ای از ایرانیان جمع‌آوری کردند او را در آرامگاهی در شهرک فالسچرچ به عنوان اولین ایرانی مهاجر به خاک سپردیم. برای اطلاع دیرباوران شوهر خواهر ایشان در حیات است و در ساختمان آیدل وود فالسچرچ زندگی می‌کند. حسن فنونی قبل از خروج از ایران داستان خانم جوانی را که ساواک دستگیر کرده بود و او را لخت مادرزاد با تنابی آویزان کرده بودند و کثیف‌ترین اعمال غیر انسانی و وحشیانه را با آن زن مرتکب می شدند برای من بیان کرد و گفت در حالی که آن تیم وحشی این رفتار زننده را با آن زن دنبال می کردند، در حالی که گریه می کرد به فکر فرزند نوزادش بود که در خانهش به تنهایی رها شده بود و به این علت آن زن به خاطر رفتار ناشایست با اون ناراحت نبود، بلکه گریهش به خاطر فرزند نوزادش در خانه رها کرده بود چه بر سرش خواهد. حسن فنونی تعریف می کرد به هر طریقی که ممکن بود من از آن زن در بند تحقیر شده آدرس منزلش را گرفتم و در اولین فرصت به سراغ نوزاد رفته و او را از گرسنگی در حال مرگ بود با خود برد و نگهداریش او را به دستی که از آشنان دادم. آقای فراستی، اگر اداره سوم ساواک وظایفش را به درستی به مرحله اجرا در می آورد و به کشور ایران علاقمند بود، پس چرا تا روزهای آخر که دیگر خیلی دیر شده بود که بتوانند کشور را نجات دهند، او و یاران آدم کشش درک نکردند که دشمن ایران طبقه روحانیون بوده و لاغه؟ ارادتمند امیر هوشنگ آریانپور. اینم از این ماجرا. آقای آریانپور، من از شما به نوبه خودم ممنونم. بارها هم در برنامه گفتم ای کاش دیگران هم غیرت و همت و شهامت و شجاعت و وجود مثل شما و آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور رو داشتن که در زمان حیاتشون میمدن به مردم میگفتن که چه کثافتی رو، چه کثافت خونه ای رو شاه و طرفدارانش را انداخته بودن که امروز به این مرداب ما گرفتار شدیم. شاهد بازداشت مرتضوی گفت حکم را که پاره کرد گرفتنش. مرتضوی میدونید که همون کسی بود که یه مدت چند روزی فراری شده بود، گرفتنش، گویا حالا در زندان اوین است. آقای حسین خلیلپور میگه امان از دست جهالت، امان از دست بلاهت. اون شعاری که بر انتخابات مجلس نوشته در عراق خریدار داره. والا والا نمی نوشت و الا نمی نوشت. بله و الا نمی نوشت. ممنونم، راست میگی شما. و به اون دوستونم بله، حالا دلیلی که ایشون خواب اونو دیده و آقا وایسا، همین آمریکا، هم آقای جورج بوش هم آقای ترامپ، این مذهبی ها اومدن گفتن که ما خواب دیدیم، به ما گفتن این باید رئیس جمهور بشه و اگر شماها به این رأی ندید گناه کبیره انجام دادید. حالا اینا هم گناه صغیر دارن کبیرم دارن، کبیرا همش سزاتون مرگه، در صورت فرقی با هم ندارن. شنیدم این علی مشنگ بنگی یه جایی یه ویدیوی پر کرده، یه جا میگه حضرت محمد بی سواده، یه جا میگه که حضرت محمد داشته از اون تورات میخونده، بعد یادش میاد که خودش مسیحی شده و الان باید از تون این مسیحی ها بخوره. مسیحی ها حقیقتا کلیمی های حقیقی هستن که شکلش عوض کردن. بعد میگه نه، از تورات سطحی خونده. حالا جالب اینه که مثلا آقای کوپالی برای من فرستاد آقا این ویدیو رو نگاه کنید. میگم آقا این کسی که نشسته تو بدترین محل کالیفرنیا که دوستان به من گفتن اینجا دوافروشا و فاحشه ها اونجا هستن و این علی ترابی رو فرستادن اونجا، مثل که میدونستن این کیه، این چجوری خبر داره از هم پشکل که تو سرش زیاده، هم از بمب اتم، هم از فضولات، چی میگن مازاد بمب اتم اینا. آقا بعدم این را تا میتوانید پخش کنید. آقا این همه پخش کردیم به کجا رسیدیم؟ دیروز وقتی که واشنگتن بودم آقای سعید کاووسی برای من نوشته بود که بله خیلی ممنون آقای حسین
خلیلپور میگه درود بر آقای آریانپور. برید اسم آقای آریانپور رو تو گوگل بزنید، تو فیسبوک بزنید، یه لینکی دارن مال بلاگ خودشونه، اونجا برید بخونید، ساعت ها میتونید برنامه های به اصطلاح نوشته های ایشون رو بخونید و ببینید چه شده. بعد میگه که Are you really like... بله بله. سعید میپرسه This is coffee time. یا کافی اینجاست، کافیه به این غلیظی نیست، این تهش هم سینمان هست، تهش دارچینه، توی تلویزیون دارکتر میشه. بله بله زنده هستم، هم خودم لایو هم هم برنامه هم لایو. ساعت 8:58 یعنی هنوز اینجا 9 صبح نشده، 6 صبح کالیفرنیا، تو چرا بیداری؟ برو بخواب. بله اینم از این ماجرا. خب پنجشنبه است 26 آوریل، ساعت 8:58 برای که به شما نشون بدیم، اینم اینجا 8:58. یکی پیغام گذاشته و دیروز یه جایی بودم، بعد بعض وقتا برای یه دوستی وقتی که یه چیزی رو میفرستی مثلا میگی حالا فردا صحبت میکنم، میگه ساعت چقدر، میگی ساعت فلان، بعد میگه به وقت ما ساعت چقدره. بذارید من یه چیزی رو به شما دوستان نشون بدم، این علامتی هست که ببینید، علامت یه ساعت روی سمارت فون، حالا مال اون چیزای دیگر رو نمیدونم، ولی روی آیفون این ساعت رو وقتی شما میزنید، کلیک میکنید، دست میزنید، تاچ میکنید، لمس میکنید، چند تا چیز مختلف میاد. ببینید یکیش هست ورد کلاک، ساعت دنیا. تهران الان 5:29 عصر، فرانکفورت 2:59، لندن 1:59، توکیو 9:59. اینا مال فردا میشه فکر کنم، نه سیدنی 10:59، چون من بعد از ظهر برنامه دارم، چین و استرالیا و توکیو اینا میشن فردا، ولی یعنی هنگ کنگ الان ببینید همه اینا شد 9 شب، یعنی هنگ کنگ با ما 12 ساعت فاصله داره. خب اینا رو بذارید توی کامپیوترتون، بعد اگه یکی هم یه چیز پرسید، حتی اگر تلفن همراهتون نباشه، روی کامپیوتر تایپ کنید What time is in فلان، براتون می‌نویسه. به یکی یه چیزی فرستاده بودم، با یه دوست دیگه شیر کرده بودم، بعد گفت که مشخصات این دوست رو بفرست. میگم بابا اون بالا شما بزنید باز میشه، یه کمی کار کنید با اینا، به جایی که هی جوک برای هم بفرستین، یه کمی با این چیزایی که دارید کار کنید، یاد بگیرید. Every day is learning day. من 32 سال توی مملکت، اولین شغلی که داشتم توی آرلینگتون بوده. تا دیروز نمیدونستم که این خیابون لی هایوی وقتی داره میره، یه جایی یه تابلو کوچیک زده، اینجا نوشته نمیدونم Old Dominion، اینجا نوشته لی هایوی. بعد ما همیشه میگفتیم لی هایوی 29. دیروز با یه نفر که داشتم میمدم گفتم این اینجا باید بریم، گفت نه اینجا لی هایویه. گفتم آقا من 32 سال اینجا هستم، گفت اینها تابلو رو نگاه کن. بعدش گفتم شما درست میگی، من معذرت میخوام. ما این بی‌دقتی و وقت یه چیز رو میفهمیم، فکر میکنیم حالا دیگه همه چیز رو فهمیدیم، اصلا در رو میبندیم. من فکر کنم واقعا اگر مغزمون در داشت، قفل داشت، میبستیم کلیدش هم مینداختیم تو رودخونه ای، توی دریایی که پیدا نکنیم، و میگفتیم ما اصلا دیگه بله دیگه هم اصلا بلدیم، تمام به قول آقای آریانپور فارغ التحصیل شدیم. خب We do something here called work. Then How can I not to go to work? I will listen on the phone. بله 6 صبح بیدار میشه، تازه حالا خدا میدونه که بیدار شده که 6 صبح داره گوش میده و میره. اتفاقا دیروز اونجایی که بودم، یعنی چون فکر میکردم بعدش میام برنامه میذارم، بعد که مریض شدم اینجوری حالم بد شد، گفتم من عجب حماقتی کردم. همون جایی که بودم هم یک تبلت داشتم، این تبلت کلمه اصلیش میشه به فارسی میشه لوحه، اون نوت بوک میشه دفتر یادداشت، اینا رو آمدن اسم همونو گذاشتن، یعنی دیگه شما الان به جای دفتر یادداشت همین داری نوت بوکت کامپیوتر، به جای لوحه برداری بنویسی ببری سر کلاس مکتب خونه، این تبلت های قدیم. من دیروز هم یه تبلت اپل دستم بود اینقدر، هم این میتونستم قشنگ با 2 دوربینم برای شما برنامه بذارم، ولی فکر کردم که چرا حالا بیام اینجا برنامه بذارم. فان یه هتل خیلی خوبی هست اینجا توی
واشنگتن به نام W، اصلش واشنگتنه و اینا همه چیز رو خلاصه میکنن میگن W، و اونجا بودم میتونستم از اونجا برنامه بذارم، ولی آدم نمیدونه دو ساعت بعد چه خبره. بعضی ها میگن این کلمه آدم یعنی آه دم، ما به یه آهی بندیم، دم به یه آه، اگه این آه و دم نیاد میمیریم. در صورت ممنونم. بله بعضی ها باید کار کنن و خود منم با همین حالم، امروزم باز باید برم و حدود وقتی هم بهت میگن 10 ساعت کاره، شما قشنگ 13-14 ساعت رو بذار، چون یکی دیر میاد، یک کسی نمیدونم اون چیزی که قرار بوده روشن نمیشه، کار نمیکنه. در صورت با همین حال وخیم بازم باید برم کار کنم. دعا کنید زنده برگردم به چند دلیل. میگن دیروز تو دفتر حفاظت ایران توی واشنگتن تیراندازی شده. آقای سعید کاووسی برای من نوشته بود که ایشون رفته دفتر حفاظت و تیراندازی شده، و منم خب کار داشتم، گفتم اینجوری. بعد برای من نوشت آقا عجب خبرنگاری هستی، این چه جوابیه؟ آقا شما چه جوابی دوست داری من بهت بگم؟ شما بگو تا من بهت بگم. خیلی ها ما از دوستانمون میخوایم اون چیزی که ما دوست داریم بهمون بگن، نه نظر خودشون رو. برش نوشتم آقا من الان دارم کار میکنم و گرفتارم، شما این خبر رو فرستادی. بعدم من اول خوندم شاودینگ، فکر کردم یعنی یه کسی آمده فریاد زده. خب فریاد زده فریاد زده، اونا هم تنشون از پوستشون کلوف شده از این فوش و طرف میره اونجا فوش میده، میگن براتون چای بیاریم با نبات، دو تا فوش بدی نبات و زعفرون برات میارم. من شوتینگ رو خوندم شاودینگ برای که سر کار بودم. بعد شما یه ویدیوی کوتاه میفرستادی که امروز اونجا بودی و اینجوری، بعد دیگه تو خبرها هیچ جا ندیدم. واقعا درست میگی It's about 5:50 AM. بله اون قبلش بهتون گفتم الان اینجا 9:05 صبح. این برنامه رو برای با وجودی که روز پنجشنبه صبح هست، برای روز چهارشنبه که بد حسابی کردم دارم پرداخت میکنم، و به اصطلاح باز هم از اون دوستمون پوزش میخوام که دیروز نتونستم برنامه ایشون رو پخش کنم و الان یا چند دقیقه دیگه براتون پخش میکنم. بذارید ببینم یه چند تا موضوع اینجا هست براتون بگم و بریم. آقای خسرو بهرامی چند تا ویدیو فرستادن که باز روز قبلش سه‌شنبه براش نوشتم که من امروز واشنگتن هستم، فردا میگم. همین الان که با شما صحبت کنم این گوشم درد میکنه، فکر کنم تورم، این آلرژی هم یه کوفتی ها، نمیفهمی سرما خوردی یا این آلرژیه. این آقا من نمیدونم این درخت ها میخوان با هم عشق بازی کنن، چرا این وسط به ما لاس میزنن چیزاشونو میفرستن تو مغز ما؟ درود. چرا ساعت برنامه عوض شده؟ آقای زرابی مریض بودم دیروز، سر کار بودم نرسیدم، امروز دارم بدهی خودم رو میدم و خیلی ممنونم، خوشحالم که شما با ما هستید و شاید دیگرانم یاد بگیرن بدهی هاشون رو پرداخت کنن. اگر حمایت میخواستید انجام بدید، میخواستید حمایت کنید تا حالا نکردید، الان وقتشه. بله دلیلش اینه آقای زرابی عزیز که بنده فکر کردم هنوزم جوونم، مثل 20 سال پیش، مثل 15 سال پیش یک کاری رو قبول کردم که روزی 10-15 ساعته. بعد گفتم میرم اون کار انجام میدم، میام یه ساعتم اینجا با دوستان صحبت میکنم. رفتن و مریض شدن همان، و آمدن و اینجا اصلا نتونستم بیام ایمیلام هم چک کنم. در هر صورت دلیلش اینه. و اما شما نظرت چیه آقای زرابی راجع به جنازه مومیایی شده رضا شاه؟ اولا اگر اینها مسلمون بودن، طبق قانون اسلام مومیایی کردن فکر کنم حرام بوده. دوما چرا این آقای شاه حتی پدر خودش رو نبرد؟ و شما میدونید که آقای شاه همیشه، نمیخوام بگم از پدرش بدش میومده، چون همه بچه ها اول از پدرشون بدشون میاد، به خاطر که پدر دیکتاتور بهش میگه خوب باش مدرسه برو، بعدن میفهمن بابا این دیکتاتوره چقدر آدم خوبیه. اگر این نبود این میشد سیگار فروش، و نمیخوام توهین به سیگار فروشا کنیم، میشد لات و خیابون نمیدونم چاقوکش و فلان. شما به من بگو کسی که سگاشو برد، کسی که جواهراتشون رو برد، کسی که نمیدونم هر آشغالی داشتن با خودشون بردن،
چرا جسد پدرش رو ول کنه اونجا؟ به من نگی چون فکر میکرد برمیگرده ها. اگه فکر میکرد برمیگرده جواهرات و فلان برای چی بود؟ نه عزیز من، نرفته بود برای درمان، میدونست که حالش بده و اینها. در صورت این همین نظر شما چیست جناب سوری؟ اول برنامه گفتم نظر من اینه که اینا برخلاف آخوندا که اگر کشتی حکومتشون بخواد غرق بشه، حتی خودشون رو میکنن تو اون سوراخ که غرق نشه، که همین بارها هم اتفاق افتاده، گفته که ما نظام رو نگه میداریم. اینا برخلاف آخوندا عمل کردن و تو آمریکا میگن وقتی که کشتی سوراخ میشه، آب میاد توش، اول موشها فرار میکنن، چون موشها اون پایینه، جایی که به اصطلاح خوراک و اینا رو نگه میدارن برای سفر، موشها اون پایینه، تا آب میاد اینا میان بیرون میپرن تو دریا، ولی میگن اقلا اونجا حبس نشید. شاه و خانوادهش، شاه به دلیل اینکه ترسو بود، سیستم موشهای ترسو رو اجرا کرد و یک بار و دو بار نبود، چند بار. و شاه درست مثل ترامپ آدمای هوشمند و سیاستمدار رو دور خودش جمع نمی کرد، چون اون وقت گندش بالا می اومد که این نه دیپلم داره نه سواد داره نه تو نظام کاری کرده و اینها. یه مش آدم چاپلوسی رو و بی سوادی رو نگه داشت که چون بی سواد بودن هی قربون صدقش میکردن، یا اگر سوادم داشتن خفه شده بودن به خاطر منافعشون فقط چاپلوسی میکردن. امیدوارم یه روزی هم شما منو دعوت کنی بیام تو برنامه. دیدم اون روز با خانم ویکتوریا آزاد صحبت میکردی، اولا خیلی خوشحالم بالاخره شما بعد از این همه عمودی فعلا افقی داری برنامه اجرا میکنی. ماجرای عمودی افقی میدونی توی زمان آخرای زمان شاه قانون گذاشته بود که از کجا آورده اید. آقا کسی که میگه از کجا آورده اید، خودش باید اول بیاد به مردم بگه از کجا آورده امه، میدونی؟ از کجا آورده اید؟ بعد روزنامه ها نوشتن یه استوار ارتش رو گرفته بودن و تو دادگاه گفتودن از کجا آورده بود، گفت کجا آورده اید، گفته بود شما کاری نداشت من از کجا آورده اید. اشتباه من این بود که عمودی رفتم. گفتن منظور چی؟ گفته آقا دیگران همه زمین و فلان و اینها دزدیدن و بردن و کسی نمیبینه، من احمق اومدم یه ساختمون 5 طبقه ساختم، هر کی رد میشه میگه این ساختمون مالی کیه؟ میگن مال استوار قندلی. بعدم میگن استوار قندلی که حقوقش مثلا 3000 تومنه، از کجا آورده اید؟ اینه. خیلی اوضاع خراب بود آقای زرابی، گوش گول این دوستان شاه اللهی دروغگو رو نخور. اوضاع از اینی هم که من میگم خرابتر بود. اگر خراب نبود اردشیر زاهدی جاکش شاه نمیمد بگه دهن منو باز نکنید اوضاع خراب بود. اگر اوضاع خراب نبود آقا رضای تنبل نمیمد بگه اگه اشکال نبود انقلاب نمیشد. ولی ایداد بیداد که اونایی که از سلطنت طلبی طرفدار پادشاهی میرن بالاتر درجه خنگیت میگن، میرن خنگتر میشن و میشن شاه اللهی، هم ردیف حزب اللهی، هم ردیف مصدق اللهی، هم ردیف رجب اللهی، اونا دیگه این حرفا رو گوش نمیدن، فقط میگن جاوید شاه، جاوید شاه و شاه بهترین بود. آقا شاه دیپلمم نداشت، بچه شاهی که دیپلم نداره، ببخشید اینو میگم، آقا اون وقتا میگفتن باید چربش کنی بکنیش تو. بله خبر فوری خانم ها آقایان، خبردار چیه عزیزم؟ خبردار شدن کارگری از پیکره مومیا رضا شاه کبیر عکس برداری کرده. اون آقا رضا بذار من اینو پاک کنم عزیزم، من اینو تو برنامه نشون دادم، برو از اول برنامه نگاه کن. بعد صفحه ما رو به عنوان ما یه مهمونی گذاشتیم، دوستان جمع شدن، شما در واس کردی اومدی میگی آقا حال چی گفتی؟ میگم آقا صبر کن بهت میگم، بعدم میگی خبر فوری فلان جا حلیم میدن همه بدو من بیان اونجا. نه عزیزم من تو برنامه صحبت کردم، عکسارم نشون دادم، از خانم رضا خانم لیلا هم تشکر کردم که این عکسار فروش. بله چرا این بدهی‌ها رو سر وقت نمیدی؟ ساعت 11 وقت کالیفرنیا وقت بدهی دادن است. خب من که زودتر از ساعت 11 اومدم دارم قسطمو میدم، بدهیمو میدم. محمد رضا بر اساس وصیت پدرش عمل کرد، خواسته بود در ایران دفن شود و شاه نمیخواست موقع رفتن نبش قبر پدرش را بکند. ببینید شما یه بار میگی نبش قبر، نبش قبر در اسلام حرام است، ولی قربونت برم اولش مومیایی حرام است. اگر ایشون رو در مصر به روش اسلامی دفن کرده بودن،
اون موقع دیگه چیزی نمیموند که ایشون بیارتش تو ایران. بعدم خیلی وصیت ها بوده که اینا عمل نکردن وقتی به پول رسیده. ببینید توجیه نکنید، سعی ببینید اینا که طرفدار ترامپن اینجا، ترامپ ببخشید اگه بیاد به بچه‌شون هم تجاوز کنه، این احمقا توجیهش میکنن. یادتونه تو ایران میگفتن اگه یکی زد تو سر یک کسی، مثلا اون درجه چه بود مقامی داشت، بهش میگه جناب سرهنگ خوب کاری کردی زدی تو سر بچه. توجیه نکنید، سعی نکنید فوری جواب بدید، برید یکم تحقیق کنید. چون نبش قبل نکرد نخواست به بدن این توهین شود. آقا اوکی، نبش قبل نکرد، افتاد دست آخونده، اون اومد خراب کرد. دوستان اجازه بدید من با پخش کردن برنامه این دوستمون از خلیج فارس برنامه امروز رو به پایان برسونم. امیدوارم حالم بهتر بشه. فردا ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن نیویورک و 9 صبح به وقت کالیفرنیا با شما باشم. و کانون آوا هم اجازه بدین بهتون بگم که 2 نفر برنامه مصاحبه زنده داریم، قبلا هم بهتون نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدم. از امشب ساعت 11:59 روی صفحه فیسبوک مردم تیوی شما میبینید این پوستر یا این آگهی رو، حالا اگر این کامپیوتر ما نشونش بده. بله، بعض وقتا زود میاد بعض وقتا طول میکشه. اینه کانون آوا رو حتما برید نگاه کنید، آوا خط فاصله association.com. و اینها سالها هست که در تلویزیون مردم برنامه دارن و جالب اینجاست که تلویزیون مردم قبلش سالها مجاهدین برنامه داشتن، یعنی همین دوستان آمدن گفتن آقا شما که به مجاهدین برنامه میدین، صحبتای ما هم که مجاهدای اصلی هستیم به اصطلاح به گوش مردم برسونید، این کار انجام بدید. میگه که زال شهبازی میگه جنتی مدرن‌تر از سلطنت طلبان است. آقای سربی، آقای شهبازی بیا یه لطفی کن، سلطنت طلبا و طرفداران مشروطه پارلمانی رو از شاه اللهی ها جدا کن. هر کسی این کلمه شاه اللهی رو درست کرده بسیار کار خوبی انجام داده. حزب اللهی، فناتیک، شاه اللهی، بنیادگرا و اینا همه منیاک هستن به قول خانم جیلانی. بعد 10 صبح و 9 صبح فردا آوا ایز ات 10 آور تایم. نمیدونم الان ساعت، اگر شما 3 ساعت با ما اختلاف دارین، چون این تغییر ساعت ها بعض وقتا مثل آریزونا و تگزاس و اینا تغییرش نمیدن، منو گیج کرده. ببین الان ساعت 9:15، 12 به وقت نیویورک دیگه، الان یه ساعت برات توضیح دادم، از اسمارت فون استفاده کن. 12 به وقت نیویورک و اینجا نوشته روز جمعه 27 آپریل 2018 برابر با 7 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، ساعت 18 به وقت آلمان و ساعت 20:30 به وقت ایران، 8:30 شب ایران. ببین توی کالیفرنیا کی میشه. من نمیدونم وقتی من برنامه رو شروع میکنم برای شما یک دعوتنامه میاد میگه که سوربی برنامه رو شروع کرده یا نه. فیسبوک قبلا این کارو میکرد ولی بعدا گفته که چرا ما مجانی به اصطلاح نامرسون سوربی باشیم، اگه میخواد این کارو انجام بده باید مثلا برای هر 100 نفری 2 دلار بفرسته. یه کسی حساب کنه برای 100 نفر 2 دلار میشه برای 1000 تا 20 دلار، برای 9000 تا 180 دلار من باید بدم که به شما خبر بدن. اینه که ما نداریم، چون نداریم انجام نمیدیم. دوستان عزیز، دوستمون این صحبتش رو با هم بشنوین. منم از شما خداحافظی میکنم تا فردا به امید روزهای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر و به قول آمریکایی‌ها let's hope for better days، یعنی اجازه بدید امیدوار باشیم برای روزهای بهتری که در راه باشند. ببینم عقل بشر 49 اینجاست. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. با سلام و گفتاری با عقلها که امیدوارم تا حال صاحبانش را که شنونده این گفتار بودند به اندیشکده‌اش برده باشد. در گفتارهای گذشته درباره آفریدن افسانه پیامبر موسی توسط عبرانی‌ها 300 سال قبل از میلاد، حقیقت پیامبر یوسف، پروازشان به آسمان‌ها و دیگر مسائل
ساخته و بافته شده برای پیامبران و تغییرشان به شعبده باز و دارای نیروی خارق العاده سخن گفتند. هرچه سادگی، بیدانشی و دوری از اندیشیدن در انسان بیشتر باشد، فریب دادنش آسانتر صورت می‌گیرد. متاسفانه این سادگی و نافهمی و تشخیصش توسط عقل برای انسان غیر ممکن است. برای ادامه سوء استفاده از مریدان همه دین‌ها بحث و پژوهش درباره حقیقت‌هایش را به طرزی منع می‌کنند که مناسب وقت و روز باشد. آن را مخالف شرع، جنگیدن با خواست خدا، انکار عقیده‌ها، اهانت به ذات آفریدگار و پیامبرانش و هزاران تهمت گوناگون حرام کردند. ابزار را تهیه و وزن را آماده ساختند تا مغزها همیشه در جا بزنند. به هدف روشنگرایی چند اصل دینی در این گفتار بحث می شود. یک خبر را که در آمریکا اتفاق افتاد و قبلا هم به آن اشاره کرده ام به یادها می آورم. خانم های ایرانی مدرن و سطح بالا در محفلی که در کالیفرنیا برگزار شده بود، سفره حضرت عباس پهن کرده و برای برآورده شدن آرزوهایشان عبارتهایی به زبان عربی دعاگونه پشت سر خانم گوینده تکرار می‌کردند. این فیلم در تلویزیون مردم نمایش داده شد. هرگز از خاطرم نرفت. ده‌ها سوال در مغزم جوشید و مرا به فکر واداشت. آیا این خانم‌ها به حقیقت عقل و وضع خیش آشنا و دانا بودند؟ آیا از عقیده‌ای که پیروش هستند اطلاعی دارند؟ آیا فکر کردند چگونه می شود از یک شخص کشته شده قبل از 1400 سال برآورده شدن آرزوها را انتظار داشت؟ این قفل بودن مغزها و عقل مختص این محفل و یا جمع نیست. افراد بسیاری هستند که ده ها سال در غربستان و در کشورها و محیطی پیشرفته به سر می برند. با این حال دنبال یک سر سوزن می گردند تا عقیده دین خود را صحیح و متن کتاب مقدسشان را مطابق دانش روز معرفی و معجزه ساز بدانند. بسته بودن و درمانده بودن عقل متعلق به یک دین نیست. همه دین ها عقل انسان را به این یخ بستگی رسانده که به سود ملاهاست. با کوشش طولانی طی قرنها و تکرار مسائل دینی عقل را از اندیشیدن باز داشتند. در قرآن مسلمانان از دعا و نیایش به هر کس و یا هر چیز دیگر بجز خدا منع شده اند. اما آخوندهای اسلام هر چیزی را مستجاب دعا ساختند. خلافکاری با قرآن را ظاهر نمی کنند. ملاهای اغلب مذهبهای اسلامی توسل و دعا به چیزها و مردههای بسیاری را ضامن برآورده شدن نیازها به بیشعوریها وارد کرده و مغز مسلمانان را از اندیشیدن و پیشرفت دور کردند. نتیجهش عقب افتادگی کشورهای اسلامی در دنیای امروز است. کشورهای استعماری طی 4 قرن اخیر با استفاده از این قفلهای مغزی مسلمانان را در گروه خود نگه داشته و ثروتشان را می چاپند. عقیده های دیگر همین وسایل را شرعی و مطابق دین به پیروان معرفی کردند. همه مبلغین و فروشندگان دین از نادانستن مردم و سادگیشان استفاده ها می کنند. برای همه شخصیت ها طرحی در مغزها مجسم کرده اند که دانشمندان علم های نوین و معاصر با داشتن وسایل بسیار توان پاک کردنش و زدودنش از مغزها را ندارند. یکی از این شخصیت ها که پیروان دینش اکثریت هستند حضرت عیسی مسیح است. مسیحیان عقیده دارند که او پسر خداست. مسلمانان او را روح خدا می دانند که توسط آفریدگار در مریم مادرش دمیده شده. این عقیده مسلمانان تنها نیست، بلکه مسیحیان وابسته به کشیش نستور تولد مسیح را همینطور عقیده مندند. چون مسیحیان مکه وابسته به این مذهب بودند، این باور به این روایت در قرآن منعکس شد. چندی سال پیش در فلسطین موی پیدا شد که گفتند متعلق به حضرت عیسی است. با بررسی ژنتیک مو در لابراتوار اینطور تشخیص دادند که ایشان سیاه پوست بودند. موهایشان هم فرفری. عکسی هم از ایشان تهیه شد و در وقتش پخش. آیا
این تحقیق توانست مسیحیان را علی‌رغم پیشرفت علمی و صنعتی تغییرگرا کند؟ یا از تصور پیامبرشان چون مردی موبور و چشزا فرزند آفریدگار دست بردارند؟ خیر و هرگز، چنین چیزی ممکن نیست اصلا و ابدا. برای اینکه به طرز اندیشه آخوندها در این قرن پی ببرید، یک فتوا را که چند سال اخیر در مصر منتشر شد به اطلاعتان میرسانم. یک مصری کارگر مهاجر که 4 سال در خارج و دور از همسرش بود، هنگام بازگشت او را آبستن یافت. از عالم دین بزرگی سوال کرد چه کنم؟ عالم بسیار معتبر و معروف با استناد به حدیث گفت ممکن است دوران حاملگی زن به بیش از 4 سال هم طول بکشد. همسر شما حتما قبل از سفر شما حامله شده و بنابر این مصدر و آن روایت حمل زن شما این مدت طول کشیده. حمل خانومتان معمولی و ممکن است، شما نباید به خانومتان کمترین شکی بکنید. خواهش میکنم به من که هر چیزی را چه میکنم شرح دهید که این تحلیل و تفسیر و فتوا را چگونه میباید قبول کنم. آیا باید دانش زاد و ولد را دور انداخته و این فتوای عالم نادان به طبیعت زنان و حاملگیشان را مصدر قرار دهم؟ علی‌رغم بحث‌های آتشین متخصصین در تلویزیون‌های مصر و تأکیدشان به عدم طول کشیدن آبستنی بانوان به بیش از 9 ماه و چند روز، شیخ‌های دین و روحانیون بر رأیشان اصرار ورزیده و فتوای عالم بزرگ را صحیح دانستند. آیا یک شخص غربی یا یک دکتر متخصص حاملگی در هر جایی که باشد قبول می‌کند که فتوای این شیخ بزرگ دین مصری صحیح است؟ آن را رسمی مورد قبول و علنی سازد؟ خب اگر همین اشخاص این فتوا را تکذیب می کنند یا مورد قبولشان نیست، آیا می توانند برای ما شرح دهند که عملا و علما چگونه مریم خانم بدون شوهر حامله شد و پس از آن دوران آبستنی که چند ساعت بیشتر طول نکشید حضرت عیسی را زایید؟ افسانه زائید شدن مسیح در چه زمانی شایع شد و به خور پیروان دین عیسی پسر مریم رفت؟ این موضوع ها توسط پژوهشگران بسیار مورد بحث قرار گرفته، تاریخ را شکافته و 2 نظریه درباره اصل حضرت عیسی به ما ارائه کردند. این گفتارهای مخالف دین کمتر پخش می شوند زیرا مریدان تا به شنیدنش را ندارند. بدون دلیل و ارائه سند و منطق فوراً آن را رد می کنند. به آنچه در طی قرنها به بیشعوریشان رفته ایمان دارند. تغییر این باورهای فرو رفته به بیشعوری اگر غیر ممکن نباشد امکان پذیر نیست. طوری اول حضرت عیسی را فرزند آخرین ملکه 28 سلسله پادشاهی فرعونها در مصر معرفی کرده. عیسی 3 فرزند کلوپاترا بود. اولین فرزندش دختری به نام مریم بود. کلوپاترا سیاه پوست و برعکس آنچه در فیلم ها نشان داده اند آفریقای تبار بود. پس از خودکشی دوست مردش مارک انتونیو بر روی پله های پارلمان روم، ایشان هم با خوردن سم مار خودکشی کردند. دختر و 2 پسرشان ناامید و اسفناک مصر را سوی فلسطین ترک کردند. در آن زمان عیسی 9 ساله بود. بنابر این تئوری حضرت مریم خواهر مسیح است. طوری دوم ایشان را فرزند یک زن بدکاره از اهل الناصره فلسطین معرفی کرده است. این نتیجه گیری ها تا هنگام ثابت شدن در چارچوب تئوری باقی می مانند. شاید آینده طرح ها و دلیل های دیگری برای من ارمغان آورد. اما چیزی که ثابت و مستند است مخفی شدن حضرت مسیح از سن 11 سالگی تا 27 سالگی می باشد. همه درباره تولد و زبان گشودن ایشان در گهواره افسانه ها نقل کردند، هرچند که تاریخ این تولد مختلف است. با حساب حوادثی که روایت شده و هنگام تولدشان اتفاق افتاده، ایشان هرگز در تاریخ 25 دسامبر دنیا نیامده اند. پس از آن افسانه های تولد بنابر این مصدر و آن روایت تا حال از دوران کودکی و نوجوانیشان روایتی به ما نرسیده است. این سالها در تاریخ نامیده شده اند به سالهای خاموشی یا سالهای گم شده.
در کتابخانه موبدان بودایی شمال نیپال در شرح تاریخ معبد و دانش آموزانش نوشته شده که پسر بچه 11 ساله‌ای به آن معبد آمد و تا سن 26 سالگی در آنجا اصول مذهب بودا را فرا گرفت و سپس به فلسطین بازگشت. دو کتاب پیرامون این موضوع توسط یک نویسنده هندی و دیگری روسی تألیف شده است. هر دو تأکید می کنند در کتابهای معبد حضرت عیسی و آمدنش از فلسطین وصف شده. وضعیت ایشان و علاقشان به فراگیری دین بودایی در صفحه های کتاب تاریخ معبد آمده است. پسر مریم معبد بودا در شمال نیپال را ترک و به فلسطین بازگشت. هنگام رسیدن به فلسطین 27 یا 29 سال داشت و ادعای پیامبری کرد. رومیان حاکم بر فلسطین را ناخرسند نمود و بالمعال به دارش آویختند. پیروانش که تعداد کمی بودند او را پیامبر خوانده و کشیش‌ها برایش افسانه‌ها ساختند. چند قرن بعد 5 کتاب از گفتار ایشان و به نقل از همردیفان تألیف شد که 4 عدد آن 4 روایت انجیل و کتاب مقدس شد. این پیروان با گرایش کنستانتین امپراتور رومیان به این عقیده آن را دین کرده و در آغاز به عنوان یک افتخار و برتری بر دیگران و درجه دادن به افرادی معین تأسیس و سپس وارد سیاستش کرده و با عمومی ساختنش از آن روستاحال و مردم و بعدش دنیا حکمرانی کردند. زندگی عیسی پسر مریم را طی سالهای گم شده در روایت دیگری به سفرشان به انگلستان و شغل نجاری در آنجا برایمان آورده‌اند. به سؤال مطرح شده باز می گردم. آیا کسی هست بتواند برای ما شرح دهد چگونه حضرت مریم بدون ازدواج و شوهر حامله و پیامبر مسیحیان را زایید؟ معرفی کردن خدای آفریدگار چون پدر یک شخصیت که پدرش ناشناس است یک مسئله تکراری تاریخ باستان می باشد. زاییده شدن شخصیت‌های متعددی بدون حمل مادران توسط پدر خدا بارها ادعا شده. نخستین فرعون ها خود را خدا می خواندند. در سومر جنوب عراق پادشاهان اغلب خود را فرزند خدا می دانستند. سرجون پادشاه اکدی ها یا بابل کهن یک نمونه است. پیامبران باستانی این ادعا را کرده بودند. پادشاهان به طرزی خود را از خدا و نمایندهش می دانستند. این افسانه ها در تورات عهد قدیم آمده است. عجیب که اغلب بچه های خدا و عیسی روز تولدشان 25 دسامبر بوده. برخی این تاریخ را که سومین روز حرکت خورشید سوی شمال و آغاز زندگی است سبب اختیار روز تولد می شمرند. دیگران آن را روز تولد مانی می دانند که پیروانش در فرانسه آن را جشن می گرفتند. هنگامی که مسیحی شدند همان روز را به پیامبر عیسی نسبت دادند. میان مسیحیان مانند همه دین‌ها پیرامون روز تولد مسیح اختلاف است و بعضی آن را روز ششم ژانویه جشن می‌گیرند. خلاصه هیچ چیزی در دین‌ها یک حقیقت ثابت و درست نیست. مریدان به هر چه در عقلشان کردند ایمان دارند. بحثش را رد می‌کنند چون عقل‌ها از قدیم بسته شده و هنوز کلید باز شدنش در دست خود انسان نیفتاده. همانطور که در آغاز این گفتار آمد دیگر بودن شخصیت‌های دینی به سبکی که خارق العاده باشند با گزافه‌گویی وضع و شرح حال همه عقیده هاست. چرا هنگام سخن از مسائل دینی ناگهان علم و دانش عقب می روند و باورهای بیشعوری قد علم می کنند؟ طوری آن را ساخته و به عموم خورانده‌اند که تا زمان کنونی و این همه پیشرفت در دانش و علم طبیعت کسی نتوانسته بی منطقی بودن و دور بودنش از واقعیت را به عقل‌ها درز دهد. آیا تصور می‌کنید من ناتوان و نادان این کار را می‌توانم؟ لطفاً پس از شنیدن بحث و پژوهش توانم را در امکان اجرای تغییر روشن کنید. با آموختن نور تابناک دانش باشید. خب دوستان عزیز، این هم برنامه امروز ما به جای دیروز. هنوز دارم میخندم که این سعید از کالیفرنیا میگه که چرا بدهی تو سر وقت نمیدی. آقا شما تا حالا دیدی که یک بدهکاری بیاد زودتر از موعد پرداخت کنه و طلبکار شاکی باشه؟ نکن دیگه.
روز روزگارتون خوش، با امید دیدارتون فردا ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک. و هر جا هستید خودتون نگاه کنید ببینید وقتی اینجا 12 ظهر هست اونجا چه ساعتی هست. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دوستان هم معرفی کنید. ممنونم. آقای زرابی گفته که محمد رضا شاه باید هویدای زنده را با خودش از ایران می برد و او را در زندان باقی نمی گذاشت تا گیر آخوندهای جنون زده بماند و اعدام شود. بردن یا نبردن جسد پدر مردهش اهمیتی نداشت. من توجیه کننده نیستم بلکه عاقلم و حقایق را مورد توجه قرار می دهم. کاملا شما درست میگی. من دو بار با برادر ایشون تلفنی صحبت کردم، فریدون هویدا، و گفت من همیشه دو تا سوال کردم از دو تا حکومت، از حکومت شاه سوال کردم چرا برادرم رو به زندان انداختی، از حکومت آخوندا هم سوال کردم چرا اعدامش کشتینش، و هیچ کدوم پاسخ ندادن. دوستان شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید همون جوری که این آگهی ها رو دیدید. از دوستمون ممنونم به خاطر اون تأخیر کمتر از 24 ساعتم از ایشون عذر خواستم و امیدوارم که بتونم اوضاع و احوال رو همون به روش همیشه دو بعد از ظهر با شما ادامه دهم. روز روزگار بر شما خوش.